پیلارام تنها کسی بود که پیلارام خطاطی رو روح و عنصر ناب کالیگرافی ایران در وجودش بود، در خونش بود. ایلوستراتور طرز اولی بودش. پیلارام وقت موسیقی خط کشف کرد. معلمی بودش که همه دوستش داشتن. در مورد آقای پیلارام، نخست من باید بگم که ایشان یکی از بهترین هنرمندان عرصه نقاشی خط است و بجز نقاشی خط در عرصه نقاشی فیگوراتیو هم یکی از هنرمندان درجه یک ایران. در آثار فرامرز پیلارام یک سمفونی عجیبی از موسیقی حروف آدم احساس میکنه و این یکی از خصوصیات مهم کارهای پیلارامه که در بقیه هنرمندانی که در این خطه کار کردن کمتر دیده شده. کارهای پیلارام از نوع دیگری است و رنگ و خط در اون بهانه‌ای هست برای رقص خط و حرکت انحناها و شکل‌های بدیعی که حرکت خط ایرانی می‌سازه. شاید بشود گفت یکی از بهترین کارهای پیلارام مجسمه چوبی بود که از حروف ساخت و به گمان من اون اوج خلاقیت پیلارام بود در ارائه کار خودش که شکل حجمی به خودش گرفت و در واقع به نحوی خط در فضا به صورت دینامیک مطرح کرد. نوآوری و ایده پردازی در پیلارام به اوج بود واقعا و همیشه خودش رو در جریان حرکت‌های روز دنیا قرار می‌داد و مطالعه می‌کرد و این نکته باعث شده بود که در کارهای اون تأثیر به سزایی بذاره و حرکت‌های نو به وجود بیاره. خط پیلارام دقیقا در کمپوزیشن‌های بسیار سنجیده و دقیق شکل گرفته و بیشتر یادآور موسیقی هستند. ایشون طراح طراز اولی هستش و همینطور معلم بسیار موفقی بود. معلمی بودش که همه دوستش داشتن، ازش ارتزاق میکردن، با همه کنار میامد، بسیار در امر آموزش موفق بود. پیلارام حداتی رو بدعت گذاشت در فرهنگ ایران، خط رو اون معنا بهش داد.